اختلافات نژادی دارن تو همون اسرائیل بین اشکنازی و سفارادی ها. 60% جمعیت یهود یهودی سفارادی هن، یعنی شرقی هن، مثلا از ایران، عراق، یمن، بحره اینجا رفتن، 60% جمعیت هن. اما میگن اوضاع زندگیشون مثل یک یهودی اشکنازی 30 سال پیشه. شغلای مهم بهشون نمیدن، نهایتا شغل تشریفاتی دیگه. تو اینا یه یهودی ایرانی مثل موشه کساف شد رئیس جمهور، که گفتم ریاست جمهوری چیه؟ تشریفاتیه. عمدتا مشاغل مهم دست اشکنازی هست. اختلافات مذهبی دارن بین سکولار و اتودورتاشون دعواست. اینا کلی اختلافات به وجود آورده. اینا نه دینن، چون اگه دین باشه این 90% سکولار چیه، نه امتن. اصلا ببین تنها دینیه که نژاده، چیز پیچیده و عجیب غریبه، اصلا من خودم نمیتونم بفهمم چی باید بگم. یعنی کسی یهودیه که ننش یهودیه؟ آخه چجوری نمیشه یعنی کسی که مادرش یهودی میشه یهودی؟ اگه مادرش یهودی نباشه بری سلام در کنیسه رو بزنی تخت 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 سلام میخوام یهودی بشم، لغت پرتت میکنن بیرون، میگن تو مادرت یهودی. خب این نژاده. خب این چجور نژادیه؟ پس چجور دینه؟ بعد چجوری میشه که یک دینی ضد دین داشته باشه؟ یعنی یه دینی سکولار توش باشه. الله الان توی اسرائیل زبان عبری رو بلد نیستن. عربا عبری بهتر بلدن از اسرائیلیا، چون به ریشه ها آگاهن. یهودیایی که از روسیه رفتن 30 سال اونجان، الان شبکه‌های روسی دارن، عبری که صحبت میشه زیرنویس روسی میشه براشون. ما یه مدت کارمون رسد اخبار اسرائیل بود دیگه. دعواهای اونجا دارن. اینی که توی اسرائیل میگه اینه که از روسیه الان براشون به عنوان مهاجر آوردن، چرا پول اضافه بهش میدن؟ برام خودم آتیش بدم. همین موشه سلیمان. از اینا زیادن. یعنی یه شیر تو شیر عجیب غریبه. شهرک نشینا کیان؟ تو کرانه باختری اینا به عنوان سنگر اول دارن جا میدن، به زور اینجا بمونی که وقت جنگ در نگیره. اینا هم دوست ندارن باشن. ساکنان 1948 اصلا دوست ندارن تو شهرک ها باشن. شهرک نشین از مهاجرای جدیدن. برای اینکه اینا بیاد بعد پول بهشون بدن، پول که میدی اینا صداشون در میاد. شنبهشون که باید تعطیل باشه، اون قوانین یهودی که دارن اصلا و ابدا. یک دعوای همیشه روزای شنبه تو اسرائیل هست که چی، این یهودی ارتدوکس اینا با سنگ و چوب حمله میکنن به مغازه‌ای که شنبه ها در مغازه ها نمیرن. دولتی ارادی نداره به لحاظ قانونی ها، یعنی اصلا حکومت دست سکولار است. خب اما این ارتدوکس ها حمله میکنن، شیشه میشه ها رو خورد میکنن که شما چرا دارید مثلا. یا به زنانی که بد حجابن، یهودی ارتدوکس حمله میکنن. توی خیابون به اینا حمله میکنن، میگن که آقا شما اومدی تو منطقه مقدس اورشلیم، توی خیابونه اطرافش با یک حجاب غیر یهودی داریم، چون میدونی دیگه در یهودیت حجاب خیلی هم جدی، ما تو سخنرانی حجاب گفتیم دیگه. اینا حجابی دارن به اسم بورکا که اصلا به بعضی از تو ایران بگی سرتون بکن، اینا فرار میکنه از ایران. بحث اینا اینه که اینا یهودی هم نیستن، معلومه چی هست.